تقریبا یه چیزی حدود یه هفته پیش بود که سپید کاشانی و زینب همرنگ حالشون خیلی بد شد، تب و لرز داشتن و دکترای اوین گفته بودن سرماخوردگیه، بالاخره همبندی ها انقدر فشار رو بردن و اینا، از این خانوما تست گرفته شد، تستشون مثبت بود. فوری بعد از اینی که این خبر به ما رسید، ما همه خیلی نگران عزیزامون در بند شدیم، خانواده ها پیگیری کردن، اما متاسفانه از بقیه زندانی های تستی نگرفتن، سپید کاشانی و خانوم همرنگ رو بردن در قرنطین و توی هفته گذشته باعث شد که بقیه زندانی ها مریض بشن. عالیه مطالب زاده، زهرا جمالی الان به مرخصی برده شدن برای اینکه تست کروناشون مثبت بود. مامانم ناهید تقوی، رضوانه خانبیگی و آرزوی قاسمی حالشون بده، تب دارن، سرفه میکنن، درد دارن. اینا الان فعلا در قرنطین هستن و ازشون دیروز با پافشاری و التماس تست پی سی آر گرفتن و ما در واقع منتظر جواب تست پی سی آر هستیم. و این بیمسئولیتی از سازمان‌های زندان و از قوه قضایی سابقه داره، اولین بار نیست که همچین چیزی پیش میاد و مسئولیتش با اینا هستش. اگر اینا بیرون باشن، خودشون از خودشون مواظبت بکنن، اون موقع مریض بشن فرق میکنه. الان این خانوما در بند کاملا در واقع وابستن به اینی که سلیقه زندان که چجوری باشون رفتار کنه و ما خیلی نگران هستیم. روز شنبه یعنی سه روز پیش که آخرین تماس تلفنشون بود، گفتن که وضع خیلی بده، خرابه و اونجام بود که یه صدای صوتی عالیه مطالب زاده تو توییتر شوهرش بود که عالیه توضیح میده در چند دقیقه چه خبره در بند. روز یک شنبه خانواده‌ها به زندان رفتن، پیگیری کردن، خواسته این بودن که از عزیزانشون تست گرفته بشه، که بعد روز یه شنبه بالاخره تست گرفته بودن که باعث شد ببینن عالیه و دوتا خانمای دیگه مثبت هستن و دیروز اینا رو به مرخصی فرستادن و دیروز هم بود که ناهید تقوی و رضوان خانبیگی و آرزو قاسمی و من نمیدونم کسای دیگه هم باشن، اینا کسایی هستن که ما میدونیم به قرنطین برده شدن. من اول درخواستم به قوه قضاییه ایران و سازمان زندان این هست که بدون غیر و شرط باید این زنا رو آزاد بکنن، آزاد موقت. اینا اونجا تحت ویروس هستن، مریض خواهند شد و چرا اجازه نمیدن خانوما هر روز به ما زنگ بزنن؟ ما بعد همینجور مثلا امروز من نشستم عصبی، نمیدونم مامانم حالش چطوره، فردا دوباره زنگ میزنه. چرا زنای در بند زندان اوین فقط هفته ای سه بار اجازه دارن زنگ بزنن؟ چرا مردا اجازه دارن هر روز زنگ بزنن؟ این یکی از خواستای من از به قوه قضاییه این هست که تماس هر روزی به خانواده ها بدن تا ما بدونیم عزیزانمون حالشون چطورن. و من واقعا از همه کمیونیتی دنیا خواهش میکنم صدای این زندانیا رو بشنوین. این زندانیا در بند هستن برای اینکه همشون جایزه باید بگیرن، یعنی به خاطر چیزایی در بند هستن که شجاعت بوده و الان که اونجا در بند هستن و تو این شرایطی هستیم، وظیفه ما هست صدای اینها باشیم و آزادیشون رو بخوایم.